برگزاری نشست سازمان ملل متحد توسط نمایندگی نروژ پیشنهاد شده است و قرار است اعضای این شورا فردا پنجشنبه در مورد وضعیت در افغانستان بحث کنند. بر اساس معلومات نمایندگی نروژ در ملل متحد، در این نشست روی وضعیت حقوق بشر، آزادی زنان و دختران افغان و نیز اعمال محدودیت‌های جدید از سوی طالبان بر آنان صحبت خواهد شد. از سوی دیگر، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی این سازمان در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان و خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خواستار گسترش حقوق زنان و بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران شده است. خانم لاینز افزوده که باید از وضع محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران افغان جلوگیری شود. همچنان توماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان هینی دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان ابراز نگرانی خیش را در مورد مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه با وی در جریان گذاشت. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که طالبان یک گروه افراطی هستند و در شرایطی که بحران اقتصادی در افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر ضروری هست، طالبان سیاست آزار و اذیت دختران و زنان را در اولویت قرار داده اند. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که فرمان اخیر آنها درباره حجاب زنان در افغانستان موضوع داخلی افغانستان است و میافزاید که کشورهای دیگر نباید در مسائل داخلی افغانستان مداخله نمایند و در عوض اختلافاتشان را از راه دیپلماتیک حل بسازند و باید به سایر مشکلات و نگرانی‌های دیگر رسیدگی صورت گیرد. فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان در کنار مسدود نمودن مکاتب متوسطه و لیسه نگرانی های شهروندان افغانستان و جهان را درباره سرنوشت دختران و زنان در افغانستان برانگیخته است. حمیدالله حمیدی، تلویزیون آشای صدای آمریکا، واشنگتن.